چرا؟ چرا؟ Lake Urmia is 80 miles long by 25 miles wide and has no outlet. As a result, Urmia is one of the saltiest lakes in the world, twice as salty as the sea. During the summer months, greater flamingos come here to nest and undergo a molt of their plumage. اینها گفته های آقای دون مایر بود، مستندساز معروف آمریکایی که در اوایل دهه 70 مستند معروفی به نام فلامینگوها باز می‌گردند رو در ایران و در ارتباط با دریاچه ارومیه ساخت. اما اون چیزی که مهمه اینه که ما امروز بخش مهم و بزرگی از دریاچه ارومیه رو نداریم. فلامینگوها رو نداریم، آرتمیا نداریم. پرندگان زیبای مهاجر رو نداریم. بخش کشاورزی ما در خطره. منابع آبی زیرزمینی ما در حال اتمام هستند و نسل‌های آینده با خطر کم آبی و حتی بی آبی مواجهند. و حتی ممکنه که ما کل دریاچه ارومیه رو از دست بدیم. زیباترین دریاچه ایران و منطقه رو از دست بدیم. بخش مهمی از ایران ما امروز در کماست. شاید اگر زود به کمکش بشتابیم هنوز دیر نشده باشه. حوزه آبریز دریاچه ارومیه واقع در شمال غرب ایران با مساحت 51876 کیلومتر مربع یکی از شش حوزه آبریز اصلی کشور است. این دریاچه در سال 1356 جزو مناطق حفاظت شده زیستگره به وسیله سازمان یونسکو اعلام شد. مساحت دریاچه در تراز 1277 ممیز 1 متر از سطح دریا، 5585 کیلومتر مربع و حجم آب دریاچه حدود 30 میلیارد متر مکعب برآورد شده است. این مساحت معادل 10% کل حوزه آبریز دریاچه ارومیه است. از نظر زیست محیطی، شاخصی که در اکوسیستم دریاچه در نظر گرفته شده، ادامه حیات گونه ای جانوری به نام آرتمیا است که در غلظت نمک حداکثر 250 گرم در لیتر آسیب نمی بیند. تراز دریاچه برای تأمین این غلظت 1274 ممیز 1 متر از سطح دریاست که با نام تراز اکولوژیک شناخته می شود. در تراز اکولوژیک یعنی 1274 ممیز 1 متر، مساحت دریاچه برابر 4348 کیلومتر مربع و حجم آب آن حدود 14.5 میلیارد متر مکعب است. در نیمه سال 1393 تراز آب دریاچه تا 4 متر نسبت به تراز اکولوژیک پایین تر آمد و غلظت نمک به رقمی نزدیک 500 گرم در لیتر رسید که حجم آب معادل آن حدود 2 میلیارد متر مکعب و مساحت آن حدود 2000 کیلومتر مربع شد. در این تراز آرتمیا زنده نخواهد بود و لذا هیچ گونه جانوری نیز قابلیت زیست نخواهد داشت. بعضی از کارشناسان معتقدند که نجات دریاچه ارومیه امکان ندارد و باید اجازه داد که طبیعت کار خودش را انجام دهد و دریاچه خشک شود. اما بعضی دیگر معتقدند که با مدیریت صحیح منابع آب می توان از خشک شدن دریاچه جلوگیری کرد و این موضوع خلاف روند طبیعت نیست. با توجه به شرایط ویژه دریاچه ارومیه، دولت تصمیم به تشکیل کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گرفت. به همین علت در تاریخ دوم بهمن 1392 در جلسه هیئت وزیران آقای دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه
و آقای دکتر کلانتری به عنوان دبیر این کارگروه منصوب شدند. پس از بررسی‌های لازم، آقای دکتر کلانتری، دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و مجری طرح احیای دریاچه، از دانشگاه صنعتی شریف درخواست همکاری کردند. به امید زندگی دوباره در دریاچه ارومیه و بازگشت فلامینگوها.